سرخط خبرها راهپیمایی خودرویی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین دهمین ده روز نبرد غزه شهرک های صهیونیستی موشک باران شدند و نامه دویست نماینده به رئیس جمهور سلام و درود وقت شما بخیر از اتاق خبر در خدمت شما هستیم و از شما دعوت میکنیم تا انتها همراه ما باشید راه پیمایی خودرویی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین راه پیمایی خودرویی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت جنایت اخیر انفجار در کابل با حضور پرشور مردم در قوم برگزار شد دهمین ده روز نبرد غزه شهرک های سهیونیستی موشک باران شدند در دهمین ده روز جنگ غزه گروه های مقاومت فلسطین ظهر امروز هم حملات موشکی به شهرک های سهیونیست نشین را آغاز کردند. منابع خبری از اصابت دست کم هفت راکت به اشکول خبر دادند. در این حملات بیشتر مراکز نظامی هدف قرار گرفتند. صدای آژیر خطر اصر امروز در شهرک سهیونیست نشین اکا، الجلیل و خلیج حیفا در شمال سرزمین های اشغالی به صدا درآمد. الجزیره از شلیک چهار موشک به منطقه حیفا در شمال فلسطین خبر داد. خبرنگار المیادین گزارش داد مقاومت اسلامی فلسطین ضربات و حملات راکتی خود را علیه شهرک های نشین و مراکز نظامی در اطراف نوار غزه شدت بخشیده است. نامه دویست نماینده به رئیس جمهور بیش از دویس نفر از نمایندگان مجلس هم، پیرامون جایگاه ویژه و اهمیت راهبردی صنعت هیدروکربوری به روحانی نامه نوشتند متن نامه بیش از دویس نفر از نمایندگان مجلس که در جلسه امروز سحن علنی مجلس قرائت شد به شرح زیر است نظر به جایگاه ویژه و اهمیت راهبردی صنعت هیدروکربوری در پهنه جهانی و منطقه‌ای با دارا بودن خواست استراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئو و و نقشوفرینی کشور عزیز و مقتدر جمهوری اسلامی ایران در این عرصه با در اختیار داشتن جایگاه نخست تجمیعی منابع نفتی و گازی در جهان همچنین لزوم تحقق سیانت و بهره بهینه از این منابع سرشار و خدادادی در بالادست و بهرهوری حداکثری با تکمیل حلقه های زنجیره ارزش افزوده در پایین دست با توجه به ظرفیت های عظیم سرمایه انسانی متخصص متعهد و صنعتگران خلاق و کارآمد در بخش های سخت و نرم این صنعت عظیم همچنین اذعان و تأکید بر نقش اساسی وزارتخانه استراتژیک نفت در پیشرانی و تحقق اهداف کلان اقتصادی و خلق ثروت از بخش بالادست و پایین دست این صنعت و سیانت تکلیفی و اولویت دار از زخایر هیدروکربوری و جلوگیری از هرزروی و مهاجرت منابع با ارزش زیرزمینی به سمت کشورهای رقیب و همسایه که از اهم برنامه های راهبردی و محوری وزارت نفت بوده است بیگمان اجرای آن را مستلزم اولویت بخشی در تمامی ابعاد علل خصوص سرمایه گذاری و همچنین مدیریت آلمانه و صحیح با رفتار و اقدام جهادی می نماید. بر این اساس در راستای نیل به این برنامه ها و منطبق با اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران از جمله سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز، سیاست های ابلاغی برنامه های توسعه پنج سالی پنجم و ششم، قوانین برنامه های پنج ساله و صنواتی، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و به ویژه سیاست های اقتصاد مقاومتی توسعه و تولید حد اکثری از میادین مشترک نفتی و گازی در مناطق خشکی و دریایی به ویژه میادین مشترک با کشورهای عراق و عربستان در صدر اولویت ها و فعالیت های کشورمان قرار دارد و جزء وعده های جناب عالی و تعهدات و وعده های مکرر جناب آقای زنگنه وزیر محترم نفت به مردم و مجلس شورای اسلامی است. با کمال تعصف به استحضار حضرت عالی می رساند تایه هشت سال گذشته و تا کنون در توسعه و تولید حد اکثری از میادین مشترک به ویژه میادین مشترک با کشور عراق و عربستان سعودی دوچار عقب افتادگی فراوان، مهاجرت زخائر هیدروکربوری به طرف کشورهای رقیب و همسایه و در نهایت خسارت و به یغما رفتن ثروت ملی شده ایم. در طی هشت سال اخیر تقریبا نه تنها هیچ میدان مشترک نفتی جدیدی توسعه نیافته بلکه برعکس برخی طرحهای توسعه مصوب قبلی و حتی قرارداد و سرمایه گذاری خارجی به شکل مشکوک و دلایل نامعلوم توسط آقای زنگنه وزیر محترم نفت که علم یکن و فسخ گردیدند. اهم موارد قصور، اهمال و ترک فعل جناب آقای زنگنه در خصوص توسعه و تولید حد اکثری از میادین مشترک ارائه می گردد. یک، با توجه به اینکه طرح توسعه فاز 11 میدان مشترک گازی پارس جنوبی به عنوان مرزی ترین فاز با کشور قطر می باشد، ایشان با دستور توقف و که ان یکن نمودن اجرای آن طرح توسط شرکت ایرانی در سال 1392 و همچنین معطل گذاری بیش از هفت سال منجر به عدم حصول انتفاع چند ده میلیارد دلاری و خسارت به کشور شده است. معطل نمودن توسعه فاز 11 توسط شرکت فرانسوی توتال به مدت طولانی چه توجیهی داشته؟ آیا فقدان تکنولوژی احداث تأسیسات تقویت فشار می تواند توجیهی برای عدم نفع چند ده میلیاردی این فاز مرزی باشد؟ دو در خصوص عدم اقدام عملی در توسعه و تولید از میادین گازی فرزاد ای، فرزاد بی و میدان نفتی اسفندیار که با کشور عربستان سعودی مشترک هستند و همگی آنها دارای اهمیت راهبردی با طرح توسعه مصوب قبلی بودند، نیز هیچ گونه اقدامی حتی برای توسعه پلکانی هم صورت نپذیرفته. و در پی این ترک فعل و علا رقم گذشت بیش از هفت سال طبیعتا منجر به عدم نفع چند ده میلیارد دلاری دیگر برای کشور شده است. س علا رقم گذشت هشت سال در دولت های یازده و دوازده متاسفانه توسعه میدان مشترک آذر به پایان نرسیده. چهار هیچ گونه اقدام موثری برای تعیین تکلیف توسعه و توسعه تکمیلی میادین مشترک نفتی غرب و جنوب غرب کشور از جمله نفت شهر دهلوران اروند انجام نشده پنج هیچ گونه اقدام عملی و اثر بخش در این هشت سال برای تعیین تکلیف ساختارهای اکتشافی مرزی از شمال غرب تا جنوب آبادان انجام نشده شش همانگونه گونه که مستحضرید میدان مشترک آزادگان یکی از میادین نفتی بزرگ جهان است که توسعه اولیه و تولید از آن توسط شرکت ملی نفت و در دولت‌های گذشته آغاز شده بود و طرح مصوبه هیئت مدیری شرکت ملی نفت ایران به جهت تولید 320 هزار بشکه در روز و با قرارداد منعقده با شرکت چین جهت انجام سرمایه گذاری خارجی در دولت نهم نه نیز به تصویب رسیده بود. علت ناتمام ماندن و توقف تولید این میدان مشترک با تحقق فقط حدود یک سوم میزان برنامه شده پس از گذشت هشت سال از عمر دو دولت یازدهم و دوازدهم با وزارت ایشان چه بوده است چرا برای تهیه طرح توسعه یک پارچه کل میدان آزادگان اقدامی صورت نپذیرفته و البته شیوه واگذاری بخش به بخش این میدان به پیمانکاران نیز قطعا خلاف احراز یک پارچگی مدیریت مهندسی میدان بوده و از نقط نظر کاملا کارشناسی و به لحاظ حقوقی قراردادی فنی و مالی منافع کشور احراز نخواهد گردید. ممنون از همراهی شما، روز خوش و خدایا رو نگهدارتان.